Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. یاران مهرامیست‌ترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه 21 ماه فوریه سال 2015 میلادی برابر با دوم اسفند ماه 1393 خورشیدی است. کمتر از یک ماه به نوروز مانده است. من هما سرشار هستم و سرفراز و خرسند که در بامداد این نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 10 بامداد در 670 AM KIRN رادیو ایران همراه با فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه با شما خواهیم بود. خبر خوش این که از این هفته کسانی که می‌خواهند رادیو را از طریق تلفن بشنوند می‌توانند با شماره 518-510-93 تماس بگیرند و برنامه‌های رادیو را زنده از گوشی تلفن دستیشون و یا تلفن خونشون بشنوند. این برنامه یعنی برنامه صبحانه با هما سرشار برای علاقمندان امشب از ساعت 12 نیمه شب تا 2 بامداد تکرار خواهد شد و پس از آن روی سامانه شخصی من هماسرشار.com آرشیف میشه. خب هفته که گذشت هفته بسیار شلوغی بود و پر از خبر. سریع برم سراغ بعضی خبرها تا اونجا که میتونم. مهمترین خبرهایی که هفته گذشته همه جا در موردش خوندیم و شنیدیم تنش بین کاخ سفید و دفتر نخست وزیری کشور اسرائیل که هر روز بالاتر میگیره و این بار سخن از این است که کشور اسرائیل جزئیات توافق در حال شکل گیری در جریان گفتگوهای هسته‌ای بین جامعه جهانی و ایران رو فاش کرده و از طرف دیگه چون قرار استش که بنجامین نتانیاهو به دعوت جان بینر رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان کنگره روز سوم مارس در کنگره آمریکا سخنرانی بکنه، باز هم در این مورد موافق و مخالف زیاد هست و اعلام کردن که بیش از 20 نماینده دموکرات خواهان تعویق سفر نتانیاهو شدند. در عراق آقای محمد علی حکیم سفیر عراق در سازمان ملل گزارشی رو داد، اعلام کرد که به دنبال کشتار 21 مصری قبطی مذهب لرزه بر اندام انسان‌هایی که این خبر رو میشنیدن میانداخت. آقای محمد علی حکیم در نشست سازمان ملل اعلام کرد که حکومت اسلامی داعش احتمالاً اعضای بدن قربانیان خود رو قاچاق میکنه و میفروشه و تا کنون هم چندین پزشک از اجرای عمل جراحی برای بیرون آوردن اعضای بدن قربانیان خودداری کردن رو به قطع رسوندن و این گزارش به دنبال بررسی گورهای دست جمعی قربانیان توسط داعش به وجود اومده و اعلام شده. آقای پرزیدنت اوباما هفته گذشته دو بار مورد خبر بود و در خبرها در از او صحبت کردند. نخستین اون اول هفته یک آگهی تبلیغاتی برای اوباما کر درست کرده بود آقای اوباما که آگهی تبلیغاتی دیدنی بود و نتیجه گیری بسیاری از کسانی که این آگهی رو دیدن این بود که ایشون هنرپیشه خوبی هم هست، برای اینکه خیلی راحت جلوی دوربین بازی کرد و اطفال از خودش در آورد و در مورد اوباما کر صحبت کرد. موضوع دومی که آقای اوباما در اواسط هفته مطرح کرد این که ما با اسلام دشمنی نداریم ولی با تروریسم دشمنی و جنگ داریم و از بردن نام اسلامیون افراطی و یا تروریسم اسلامی خودداری کرد و این سخنرانی هم باعث سرصدای زیادی شد. موافقان و مخالفان آقای اوباما به سرکله هم دیگه زدند. خبر رسیدی که آقای صادق طباطبایی سخنگوی دولت ایران در دوره مهدی بازرگان درگذشت. صادق طباطبایی خواهرزاده ما موسی صدر و برادر زن سید احمد خمینی بود و در سن 70 سالگی در دوسلدورف آلمان از بیماری سرطان درگذشت. خبر مهم دیگر از داخل ایران این که آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران ممنوع تصویر و ممنوع بیان شد و جالب اینه که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید که حرف انتخاب مردم شرط است و جالب اینه که ایشون خودشون هم اذعان داشتن که رئیس جمهور
با 20 تا 21 میلیون رای در دورانی که انتخاب شد مردم او را پذیرفتند و از قرار معلوم 20 میلیون یا 21 میلیون مردم داخل ایران که آقای خاتمی را خواستند حرفشون یواشکی بگم مثل این که کشکه. آتش سوزی در آسمان خراش بزرگ دبی، ساختمان تورچ یا مشعل که طبقات بسیاری رو سوزوند و یک آتش سوزی عظیم بود، خبری است که هنوز داغه به خاطر اینکه هنوز برآورد اینکه چقدر ضرر و زیان خورده این آتش سوزی و چه اتفاقاتی افتاده کامل پخش نشده. از ایران دو مرتبه سخنگوی دولت آقای روحانی گفت که یه چیزی حدود 700 میلیارد دلار از دارایی‌های کشور ایران خورده و قورت داده شده. یعنی قدیم میگفتن از هضم رابع هم گذشته. هیئت مذاکره کننده ایران آمریکا در مورد مذاکرات هسته‌ای دیروز دور تازه‌ای از گفتگوهای خودشون رو در ژنو آغاز کردند و یادتون میارم که ضرب الاجل برای رسیدن به توافق نهایی 9 تیر ماه امسال تعیین شده که چیزی کمتر از 5 ماه است. آقای کری و ظریف هم فردا پس فردا در ژنو دیدار خواهند کرد. امام جمعه موقت تهرانی خبری موضوع جالبی رو مطرح کرده. آقای محمد علی دهلوی یا موحدی، معذرت میخوام، محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران گفت که اعضای مجلس خبرگان یا خبرگان رهبری نمیتوانند در مقابل علی خامنه‌ای هیچ غلطی بکنند. ایشون مثل که تازه فهمیده این وزیر. داستان غم‌انگیز سامان نسیم، جوانی که خبر اعدام کردن و اعدام نکردن و به تعویق افتادن اعدام او هفته گذشته خانواده‌اش رو زجر روانی داد، یکی از حکایت‌های پر اشک چشم ایران امروز است که هر هفته شاهد خبر اعدام و یا کشتاری کسی هستیم. این حکم که قرار روز 3 بهمن در ارومیه به اجرا در بیاد هنوز معلوم نیست که آیا اجرا شده یا نه، چون خبرها زد و نقیص است. آقای اسنودن، ادوارد اسنودن اعلام کرد که میلیون‌ها چیپ تلفن‌های همراه توسط کشور آمریکا و بریتانیا هک شدند و بیشتر این چیپ‌ها که ساخته یک کمپانی فرانسوی است در خاورمیانه و به ویژه در ایران به فروش می‌روند و در نتیجه طبق گفته ایشون این هک کردن این چیپ‌های تلفنی به خاطر این هستش که اطلاعات بسیار حساسی رو از داخل این کشورها، آمریکا و کشور بریتانیا به دست بیارن. از طرف دیگه شرکت امنیت سایبری روسی گفتش که یک گروه هک کننده طی 2 سال گذشته 1 میلیارد دلار از بانک‌های کشورهای مختلف سرقت کردند که یکی از بزرگترین دستبردها به شبکه‌های بانک جهانی است. آقای کلی پمبرتون، یکی از اساتید دانشگاه جورج واشنگتن، هفته پیش اعلام کرد که تبعیض به ویژه علیه اقلیت‌های مهاجر در جوامع اروپایی بیداد میکنه و بخشی از گیرایی ایدئولوژی‌های افراطی برای جوانان جامعه مهاجر و اقلیت به دلیل انزوای این جوانان در کشورهای اروپایی و رفتار تبعیض‌آمیز با آنهاست. اعطای جایزه خرس سفید به جعفر پناهی یکی از خبرهای خوب هفته گذشته بود برای جامعه ایرانی. خبر برگزاری جایزه اسکار و مراسم اهدای جایزه اسکار که فرداست، طی هفته گذشته مرتب همه جا شنیده میشد و کسانی که علاقمند به برنامه‌های سینمایی و برنامه‌های اسکار هستن با اشتیاق منتظر فردا هستن که هم اسکار رو تماشا کنن و هم فرش قرمز رو و لباس خانم‌ها آقایون رو ببینن چی هست. امسال نخستین باری است که خانم ایداد بیداد اسمش یادم رفت، این خانم که همیشه روی فرش قرمز با هنرمندان صحبت میکنه و در طول سال گذشته، چند ماه گذشته درگذشت، حالا اسمش یادم یاد به شما میگه. خبر خوندن از حافظم از اون کاراستا که من میکنم، بعضی موقع یادم میره. خب دیگه چیزی که یادم میمونه رو برای شما میگم. برف و بوران در شرق آمریکا داره کولاک میکنه، برف و سرمای شدید. نیویورک 2 روز گذشته منهای 1 درجه بود و بعد از طرف دیگه یه چیز دیگه که داره کولاک میکنه فیلم 50 رنگ گری هست، 50 شید آف گری، که بزرگترین فروش پست آفیس تیکت آفیس سینما ها رو داشت، گیشه در واقع ما
میخوام ترجمه کنم تیکت آفیس رو میگیم گیشه، گیشم که فرانسوی، حالا باید ببینیم فارسیش چیست، پنجره فروش بلیت یا در واقع رقم فروش بلیت این فیلم در همون هفته اول بزرگترین رقم برای سالهای اخیر رو به وجود آورد. جالب اینه که بازیکن زن این فیلم دختر ملینا گریفین، یه هنرپیشه قدیمی آمریکایی است که گفته من به دیدن این فیلم نرفتم چون خجالت میکشم دخترم رو در اون شرایط ببینم. یک خبر هم از آمریکای لاتین داریم و اونی که روز چهارشنبه 10,000 نفر در پایتخت چندین کشور آمریکای لاتین به یاد آلبرتو نیسمان، دادستان آرژانتینی که به طرز مشکوکی در گذشت رو گرامی داشتن و خواستار رسیدگی به پرونده مرگ آقای نیسمان شدن. آخرین خبر هم که خبر تأسف بار است برای جامعه ایرانی، در گذشت دکتر ایرج رحمجو، شاعر، ترانه‌سرا و قهرمان میدان‌های ورزشی بود که بر اثر سرطان هفته گذشته درگذشت و قرار است که مراسمی برای بزرگداشت زندگی پربار او امروز از ساعت 2 تا 5 در رستوران سفیر در 19940 ونشو بولوار در شهر وودلند هیز برقرار بشه و از او و کارهای هنری و ورزشی او صحبت بشه. یادش گرامی باد. یکی از ترانه هایی که دکتر ایرج رزمجو برای داریوش خواننده عزیز گفته و بسیارانی خوانندگان دیگر که ترانه او رو خوندند. یادم اومد خانم جان ریورز. پولتام چویس لاگون نیگل به جنگ گرانی می رود و باز هم قیمت ها را در هر اوج این هفته می شکند. پیاز قهوه‌ای 10 پوند 1 دلار، خیار ایرانی 2 پوند 1 دلار، ماهیچه گوسفند 7 پوند 359، ماست مانتین 3 دانسی 188، برنج رویال سیل کیسه 10 پوندی 799، برنج باسمتی پری کیسه 10 پوندی 799، نان عربی پیتا هر عدد 59 سنت. این حراج تا 25 فوریه فقط در پولتام چویس لاگون نیگل اعتبار دارد. تلفن 949 360 1600. سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید. برای خرید مرسدس بنز، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137. نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583. اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید. سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم. برای مشاهده عکس های قبل و بعد از عمل به مطب های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424. If you are losing your hair, call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com. You're listening to Radio Iran. It's a revolution! Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. بازتاب خبر. یاران، در هفته که گذشت خبر
نامه‌ای که به دانشگاه ماساچوستس فرستاده شد و پیگیری نامه برای اینکه دانشجویان ایرانی رو نمی گذاشتند که بعضی آنها در رشته هایی از این دانشگاه درس بخونند شنیدیم و یکی از بانیان و یکی از کسانی که این نامه رو به وجود آوردند دنبال کردند و به نتیجه رسوندند دوست عزیز و دوست عزیز برنامه ما و استاد گرامی آقای دکتر فریدون حجبری هستند که از ایشون خواهش کردم که در برنامه امروز با ما باشند و اعلام بکنند و برای دوستان علاقمند بگن که چگونه این در واقع کارزار رو شروع کردند و ادامه دادند و مثل بسیار از کارهای دیگری که ایشون کردند در طول این سالها به نتیجه مثبت رسوندند و برای جامعه ایرانی کار فوق‌العاده ارزنده‌ای را انجام دادند. آقای دکتر فریدون حجبری استاد دانشگاه در سندیگو هستند و همچنین فعالیت‌های فوق‌العاده زیادی در زمینه تحقیقات و پژوهش‌های مختلف شیمی و تحقیقات پتروشیمی انجام میدند و استاد مدعو هم بودند در بسیاری از دانشگاه‌ها که اگه بخوام به اون بپردازم تمام وقت این ساعت ما رو میگیره. ترجیح میدم که سخنان خود آقای دکتر حجبری رو بشنویم. آقای دکتر صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر، همینطور به شنوندگان شما. خواهش میکنم، ممنونم از اینکه دعوت من رو قبول کردین. خب بفرمایید که چگونه شد که باز هم به دنبال بسیاری از کارزارهای دیگری که طی این سالها داشتین این بار دانشگاه ماساچوست مورد توجه شما قرار گرفت و برنامه‌ای رو یا نامه‌ای رو یا بیانیه‌ای رو آماده کردین و خیلی هم سریع به نتیجه رسیدین. برای ما و دوستان تعریف کنین آقای دکتر حجبری. بله با کمال میل. البته همونطور گفتم واقعا خیلی تعجب آور بود که این عمل از طرف دانشگاه ماساچوست انجام شد، دانشگاهی که سطح علمی بالا دارد و استادانش تمام استادان متعهد به علم و آزادی اکادمیک هستند. اینا یک اطلاعیه گذاشتن توی وبسایتشون که تصمیم گرفتن از این منبعد به دانشجویان ایرانی که از ایران می آیند در رشته های مهندسی و علوم پذیرش ندهند. البته جالب بود که بهانه‌ای که آوردند ظاهراً یکی از دانشجویانشون که به ایران رفته بود موقع برگشتن ویزا نگرفته بود، یعنی خیلی طول کشیده بود و این باعث ناراحتی شده بود و اینا هم یه مرتبه تصمیم که اصلاً به هیچ کس به ایرانی ویزا ندن که این مسائل تکرار نشود. این به اصطلاح بهانه‌شون بود. بله. دلیل ظاهری قضیه بود. و بعد اضافه کرده بودن که طبق قوانین تحریم اینها متعهد به این انجام این کارا هستند و اگر این کار نکنند دارای جریمه و جریمه خواهند شد و خسارت زیادی به دانشگاه میرسه. البته این قسمت که گفته شد معلوم بود که این چیز جدیدی نیست، اینا حالا به خیال اینها جدید گفتن، ولی در واقع این استدلال رو از 10 سال پیش موقعی که بعضی از مؤسسات پروفیشنال اسوسییشن ها تحریم کردن، یعنی قانون تحریم رو اجرا کردن و به اعضا و اعضای خودشون اجازه چاپ مقاله ندادند و محدودیت ها برای اعضای ایرانی قائل شدن. در اون موقع هم گفتن بله اگه ما این کار نکنیم زندان می رویم و 500,000 خسارت داره از این صحبت ها. ولی این کار به حساب با یک فعالیت دست جمعی در اون موقع انجام شد و اینا رو پس گرفتن بدون کسی بره زندان. بله. حالا همین دوستان این بهانه رو دوباره آوردن. تنها راهی که معمولا برای مبارزه با این کار هست اینه که یک فعالیت دست جمعی و دعوت از ایرانیان و استادان دانشگاه که اعتراض بکنن به این عمل دانشگاه که در گذشته هم خیلی مؤثر بوده، به این علت که در حال من هم یک نامه‌ای نوشتم و از اعضای دانشگاه با استادانی که در تماس هستم خواهش کردم که اونها هم نامه بنویسن و در اون نامه جالب است من به اینا گفتم که این کار سابقه دارد
و در تمام موارد با فشار خود کادر آموزشی این دانشگاه ها این مقررات دوباره پس گرفته شده و این چیزیه که واقعا شامل حال این دوستانم شد. آقای دکتر جبری، این محروم کردن بعضی از دانشجویان از ورود به یه رشته در کشور آمریکا، حالا در ایران رو میفهمیم به دلیلی که رژیمی که اونجا بر سر کاره هر کاری بکنه ازش برمید، ولی در کشور آمریکا یا واقعا غیر قانونی نیست؟ یعنی حقوق در واقع شهروندی یک امریکایی یا حقوقی که دانشجویان رو و تساوی که باید براشون در نظر بگیرن رو نقض نمی‌کنه این قانون؟ بله، اولا این خب در مورد افرادی است که از ایران میآیند. بله، شهروند نیستند. درست. ولی تازه حتی این هم در موقعی که از اصولا قانون تحریم وضع شد برمیگرده به 1995، در اون موقع مخصوصا در اولین قانون تحریم نوشته شد که مبادلات فرهنگی شامل این تحریم نمی شود، که اتفاقا اون آقای بورمن که خودش این قانون رو آورده بود بعدها هم به وزارت امور خارجه و غیره نامه نوشت که اصلا این چنین چیزی نبوده است. ولی خب متاسفانه به مرور با وخیم شدن روابط ایران و آمریکا و خارج وسیله ای شد برای فشار به دولت ایران، و خیلی حالا ممکنه که دولت یه چنین نظری داشته باشه، ولی این که دانشگاه ها خودشون وسیله این کار قرار بدن واقعا قابل قبول همونطور که گفتید نیست، و اتفاقا در هر موردم که این کار کردن خود استادان اون دانشگاه ها به این کار اعتراض کردن و اونا مجبور شدن پس بگیرن. الان در حال حاضر آقای دکتر حجبری دانشگاه دیگری هست در امریکا که چنین قانونی رو داشته باشه، یا هر کجا که چنین قانونی رو بحث کردن شما و دوستان دیگرتون که معمولا حاضر هستین در صحنه دنبالش گرفتین و به نتیجه رسیدین؟ بله، هیچ کدام مثل اینها علنی اعلام نکرده. بله، که ما دیگر به دانشجویان برای این رشته های وسعتش هم دادن برای تمام رشته های مهندسی و علوم، که این واقعا نه به این شکل در هیچ جای دیگه نیست. البته در موارد خاص اونا این کار رو انجام میدن، ولی نه اینکه به طور کلی پذیرش ندن برای رشته علوم. حالا ممکنه به طرف مثلا رشته فیزیک یا شیمی هست، ممکنه این بعدن بره به ایران و بعدن ممکنه در صنایع اتمی و اینها اتمی وارد بشه، بعد اطلاع اون از شیمی ممکنه اون موقع به اصطلاح خطرناک باشد. این یک چنین چیزی از یک دانشگاه واقعا بعید است، این نوع استدلال. جالبه، ولی در پاسخ شما خودشون دانشگاه، یعنی دانشگاه ماساچوستس اعلام کرد که رسما که این رو برداشته، یا دیگه شما از سوی در واقع مکاتباتی که میکردی چی متوجه شدی، یا قوانین رو چگونه متوجه شدی که برداشتن این رو؟ نه، اینو خودشون در جواب نامه، آها جواب شما، به هر کس که نامه نوشته بود براش فرستادن یه اطلاعیه که توی سایتشون هم گذاشته بودن که ما اینو برداشتیم و یه برنامه دیگری اجرا خواهیم کرد، که اینم حالا البته باید مواظب بود که منظور دقیقشون چی هست. به این عنوان که به جای اینکه از اول ما پذیرش ندهیم، ما پذیرش رو میدیم ولی بعداً مواظب خواهیم بود که رشته ها بودی که اینها تحصیل میکنن یا پروژه هایی که اینها اجرا میکنن مغایر قانون نباشه، که البته این رو همیشه بوده است و اون مسئله نیست. مسئله این است که اصولا به یک نفر ایرانی پذیرش داده نشود برای این رشته. واقعا کمتر کسی است که بیاید و روی پروژه های به حساب حساس کار بکنه، اصلا خود استاداش نمی این کار نمی کنه. بله، متوجه هستم. در هر حال ممنونم از لطفتون آقای دکتر جبری، از اینکه وقت به ما دادین.
در همه این فعالیت‌هایی که می‌کنید برای احقاق حقوق دانشجویان ایرانی و در رشته‌های آکادمیک موفق باشین. اگه اجازه بدید باز هم در فرصت‌های دیگه با شما در تماس باشیم و ازتون بپرسیم در مورد رویدادهایی که ممکنه در پیش باشه. با کمال میل موفقیت شما را آرزو می‌کنم. سپاسگزارم از دوستتون آقای دکتر فریدون حجبری. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند. لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید. لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست. من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید. این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700. لایدینگ پاویلیون در چتسفورد عرضه کننده زیباترین و جدیدترین لوسرهای ساختمانی و خانگی مقدم شما عزیزان را گرامی می‌دارد. زیباترین لوسرهای کریستال، لوسرهای مدرن، آینه و چراغ‌های دیواری و چراغ‌های ساختمان و باغ خود را از لایدینگ پاویلیون انتخاب کنید. لایدینگ پاویلیون در چتسفورد به مدیریت دانیل و رابرت گیلاردی 6 روز هفته دوشنبه تا شنبه از ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر با پارکینگ رایگان میزبان سلیقه خوب شماست. حراج ویژه لایدینگ پاویلیون در چتسفورد، لوستر کریستال تمام تراش 7 شعله فقط $599، 888-749-7575، 888-749-7575. قیمت های تجاری لایدینگ پاویلیون مناسب برای همکاری با مقاطع کاران، دیزاینرها و شرکت های ساختمانی، 888-749-7575. شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلنر، و من نازنین باروتی، استیت پلنینگ اتورنی، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. 424-465-9000 خانم، چرا اینقدر هول شدی؟ چون سمنوی خیلی خوشمزه هول یونیک دیدم. سمنوی هول یونیک از همکنون در فروشگاه‌های ایران. K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. تازه چه خبر؟ خب، خبر تازه اینی که یکی از بانوان بسیار فعال جامعه ایرانی کار و پروژه تازه‌ای رو شروع کردند و برای مربیگری و در واقع مشاوره و یا راهنمایی گروه زیادی از طرف یک مؤسسه بسیار معتبر انتخاب شدند در بین بسیار از متقاضیان که این فکر رو و این پروژه رو و این در واقع کاری که میشه ازش بهره برداری های فوق العاده زیاد کرد، یعنی مربیگری و مشورت رو در جامعه خودمون، در جامعه ایرانی هم جا بندازن. خانم بیبی کسرایی که فارغ التحصیل مدرسه بیزنس سکول دانشگاه هاروارد هستن، در واقع دانشکده تجارت هاروارد و از دانشگاه موسکو هم فارغ التحصیل شدند، یکی از بانوان فعالی هستند که در شهر سان دیگو به کار و عشقشون و به علاقه‌ای که دارن به مسئله آشپزی پرداختند و با باز کردن یک مدرسه آشپزی به اسم هاروارد گرل کوکینگ سکول
این توجه خودشون به این قضیه نشون دادن. تا امروز هم دو جلد کتاب منتشر کردن، The Secrets of Gourmet Cooking Along the Silk Road و دومیان The Spice Whisperer که هر دو جزو کتاب‌های بسیار پرفروش و مورد استقبال قرار گرفتن. و این بار خانم بی بی کسایی در زمینه دیگر دارن در واقع اون هنر خلاقیت خودشون رو نشون میدن که ترجیح میدم از زبان خودشون بشنویم، چون یک خبر خوش برای جامعه ایرانی. خانم کسایی صبح شما بخیر. سلام آقا جون، حال شما؟ همیشه خوشحالم که با شما صحبت کنم و امروز با شنوندگان عزیزتون در سراسر دنیا. منم همینطور، و خسته نباشید برای همه این فعالیت هایی که میکنید. خب به ما بگید این منتورشیپ و یا این مربیگری و مشورت، حالا لغت درست فارسیش رو نمیدونیم که چگونه میشه استفاده کرد، چگونه این پروژه انجام خواهد شد و چه فوایدی برای جامعه ایرانی خواهد داشت؟ خانم کسایی، این برنامه اولا که خب با یعنی خلاقیتش شروعش با من نبود. یه خانومی به اسم مالی لویک چند سال پیش با من تماس گرفت و با یه عده دیگه، البته یکی از رؤسا و منتورای سابق من مثل این که منو پیشنهاد کرده بود بابت این کار، چون دیده بود که من با جوونا یا با همسن و سالای خودم چجوری کار میکنم در اکس پرایز فاندیشن اتفاقا در لس آنجلس شما. بله. و منو مثل این که نامینیت کرده بود، البته بدون این که من بدونم. بله. و به مالی گفتم من چجوری میتونم کمک بکنم، گفت فقط داستان خودتو بگو و چجوری با بقیه چجوری کار میکنی. و این سوالی که این از من کرد باعث شد که من خودم فکر کنم که واقعا من چجوری این کارو میکنم، منتورای من در زندگی کیا بودن، آیا داشتم نداشتم، و بعد چجوری با همکارام در محیط کاری با جوانترا به خصوص کار میکنم. و این خودش اینو در من به وجود، یعنی این فکر رو در من کاشت در واقع که راجبش بیشتر فکر بکنم. خوب. و از دو سال پیش تا حالا من بیشتر در کارهای روزمره من توجه کردم که خب چه جوری شد که من با خیلی امکانات کمی هاروارد کوکینگ رو شروع کردم، ولی یهویی متوجه شدم که بهترین دانشجو از تمام آمریکا، یعنی واقعا از دانشگاه های ایوی لیگ، تابستونا که ما سامر کمپ برای بچه ها داریم، تمام اینستراکتورهای من یعنی مربیان من از هاروارد، پرینستون، کورنل، استنفورد، برکلی، یو سی اس دی خودمون تو شهر، یعنی خیلی دانشگاه‌های عالی اینا میان. و خیلی جالبه هما جون برای این که مادر پدرهاشون همه مخالف این کارن و اینا با مادر پدرهاشون می جنگن برای این که برای من به صورت رایگان کار بکنن. خود این فنومن برای من خیلی جالب شد، شروع کردم با مادر پدرها صحبت. شما خودتونم گمان میکنم با پدر مادر جنگیدین یه مدتی؟ نه اتفاقا مادر پدرها مادر پدر ایرانی بودن، میگفتن هر کاری میخوای بکنی. بابای من میگفت دلغک هم میخوای بشی بشو، ولی دلغک خیلی خوب بشه. بهترین شد حرفش مثل اینکه گوش کردم. دلغک خوبی شد. یادشون گرامی باد آقای سیاوش کی هست. مرسی، خیلی ممنون، شما همیشه یاد میکنین. از شما دکتر الهی عزیز تشکر به خصوص دارم در این مورد. ولی نه، بچه که بودم میگفتم حالا چقدر تو آشپزخونه ای، خب تو مثلا با زبون انقدر خوبی، یا نمیدونم درستو بخون. هیچ وقت نمیگفتن مثلا این، هر وقت هم اتفاقا من میگفتم من چی کار بشم، میگفتن هر کاری دلت بخواد بشه. ولی بعد که دیگه رفتم دانشگاه اون راهو انتخاب کردم، وقتی که گفتم من میخوام برم تو آشپزی سال 2009 بله. که بدترین اقتصاد آمریکا بود، یه مادر بیچارم گفت حالا تو که این بچه داری انقدر مسئولیت داری، این آشپزی کار تو نبوده، حالا میخوای بری و یه همچین مسئولیتی و باری رو قبول بکنی، اگه از پسش بر نیای چی؟ اینو گفت. بله. گفتم خب از پسش بر نیام دوباره میرم سر کار خودم. ولی این همین داستان منتورشیپ، من وقتی فکر کردم خب مادر بزرگ من منتور من بود در آشپزی. میدونی چی میگم؟ بله بله. بعد به تاریخچه منتورشیپ و اپرنتیسشیپ فکر کردم و دیدم که خب مثلا آدمایی مثل میکلانجلو یا افلاطون یا ارسطو یا نمیدونم حالا در حق ابن سینا، اینا که مثلا چی کار میکردن؟ خب اپرنتیس داشتن دیگه، شاگرد داشتن، شاگرداشون دور و برشون بودن، اینا که دانشگاه به اون صورتی نبوده. این
رد و بدل بین استاد و شاگرد درش یک چیزی هست، یه به قول آمریکایی یا ماجیک ساس، یه چیزی سیکرتی هست، یا ما به فارسی میگیم فوت کوزه‌گری. آره، رسیپی رو میشه خوند تو نگاه کرد تو تلویزیون رو اینترنت، حالا دیگه با این چیزی که، ولی اون فوت کوزه‌گری، اون چیزی که هست که ما یاد میگیریم در منتورشیپ، نه فقط در آشپزی. بچه‌هایی که میان از تمام این دانشگاه دنیا، من بهشون میگم بچه‌ها ببینید، شماها دارین از من یاد میگیرین، به بچه‌های کوچکتر از خودتون یاد میدین، بنابراین یه چیزی یاد میگیرین، یه چیزی میدین، در این تبادل یک چیز جادویی هست. و این نه فقط در آشپزیه، بلکه وقتی اینا میرن بیرون، نامه هایی که برای من مینویسن، میگن ما چیزی که یاد گرفتیم راجب بیزنس کوچک داشتن یاد گرفتیم. چرا؟ چون آفیس من همونجور که خودتون یه بار لطف کردین اومدین دیدین اوپنه، یعنی اونی که اونجا وایساده داره مثلا الان سوسو به هم میزنه، میبینه که من الان درگیرم با اینشورنس کمپانی، من الان درگیرم با مشتری، مشتری رو چجوری راضی میکنم، چجوری پول رو بالانس میکنم. وقتی تمام بوکای ما اوپنه، وقتی پول داریم، مثلا یه بچه‌ای یادم خیلی جوون بود، مال های تک های از خانواده خیلی تغییر آمریکایی، و من یه روز خیلی حالم بد بود و اینا، بعد داشت میگفتی خب چرا این ماه انقدر بده، تو که خیلی با نمک بود، گفت $10,000 الان تو داری نشون میدی تو بوک، چرا حالت بعد $10,000 میدونی چقدر پوله. خیلی من باهاش چیز کردم، یعنی واقعا خودم رو گذاشتم جای او، بعد آوردم نشونش دادم، گفتم ببین مثلا اوورهد میدونی چیه، گفت نه، گفتم اوورهد یعنی این، میدونی فیکست کاست چیه، وریبل کاست چیه، میدونی چجوری خلاصه اون $20,000 خرج رو نشونش دادی، گریه شو در آوردی. دقیقا برای تو پول، یعنی منتورشیپ یعنی این در واقع، یعنی اینکه تو در تمام زمینه ها میان، ماما باباشون فکر میکنن که پول دادن، اینا رفتن ییل، چرا دارن با بی بی چکی یزدی میپزن، خب این کار که نیست، اینا میان و بعد میرن به ماما باباشون میگن ما اینا رو یاد گرفتیم، و خیلی رابطه جالبیه. و بعد من فکر کردم که خب اگه ما اینو داریم و اینقدر برای حتی جامعه آمریکایی جالبه که این لابراتوار کوچیک ما توش چیکار میکنیم و اینا، یه پلتفرمی هم درست بکنیم، اینقدر متخصصین ایرانی، من واقعا هر شنبه به برنامه شما گوش میکنم، لذت میبرم که در تمام زمینه ها ما چقدر متخصص و آدمای خوب و آدمایی داریم که برای جامعه میخوان واقعا کار کنن. درسته. یه پلتفرمی درست بکنیم برای همین منتورشیپ در هر زمینه‌ای واقعا. آیا خانم کسایی استفاده میکنید از در واقع رسانه های اجتماعی مثل سوشال میدیا، یا میخواید این کارتونم از طریق اینترنت و اینها اجرا بکنید، یا باید در واقع به طور فیزیکی بر و به طور حضوری بیان در کنار شما این کار منتورشیپ رو بکنن؟ واقعا من از طریق این پلتفرمی که شما امروز به من دادین میخوام اینو به همه بگم که یعنی از طریق اینترنت که خب خود ما فعال هستیم، ولی با وقت کمی که من دارم اونقدی که لازمه فعال نیستم، ولی هر کسی که میخواد با من تماس بگیره، من اینترویوی که بابت کتابم 2 سال پیش با افشید گرگین داشتم، بعد از اون اینقدر من واقعا از جامعه ایرانی نمیتونم بهتون بگم چقدر از جامعه ایرانی با من تماس گرفتن، یکی دکتر بود، یکی مهندس بود، یکی وکیل بود، همه میگفتن وای ما میخوایم مثلا، ما آرزومون این بوده که دوچرخه ریپر بکنیم، یا موتور شاپ خودمون رو داشته باشیم، یا نمیدونم من اکاونتنت هم، ولی واقعا میخوام برم تو کار آشپزی اینا. و این کار شما باعث شده که هم من هم خانوادم راضی شن که ما بریم تو این کار. خب خیلی جالبه، برای یه چیزی که در واقع برای جامعه جوامع سنتی مثل جامعه ایرانی تابو به حساب در میاد، یعنی همه باید یا مهندس بشن یا دکتر بشن یا وکیل بشن، اینا هر نوع کاری که از این نرم طبیعی یا از وضعیت طبیعی بیرون بره، از طرف جامعه یه ذره خب نسل گذشته با مقاومت مواجه میشه. ولی فکر میکنم که پیامتون رو نسل جوان و نسل جدیدی که در آمریکا بزرگ شدن و در غرب بزرگ شدن راحت‌تر میپذیرن. درسته خانم کسی؟ دقیقاً کاملا همینه که شما میگین، یعنی جوونا جوری که بهش میگن میلنیال، حالا شما اگه اسم جوانان هزاره، بچهای هزاره، بله هزاره، بله
قبول کردن و اونا رو من تونستم اترک کنم. یعنی عجیب غریب دانشگاه یو سی اس دی بودم هفته پیش در همین زمینه برای صحبت و سمال بیزنس. اصلا واقعا نمیتونم بهتون بگم چقدر جذابیت داشت این صحبت براشون و همه بسیار آدمای و اصلا به نظر من خود تحصیل، یعنی همه میگن حالا بعضی که میخوان مسخره بکنن یا هر چی میگن او حالا تو لازم بود بری هاروارد و دانشگاه مسکو هستن که بتونی آشپزی بکنی، لازم شاید نباشه، ولی از یه نظرم شاید لازم باشه، برای اینکه خب تحصیلات آکادمیک هم یک سری عضلات مغزی ما رو به کار میندازه و به فکر میندازه که چه جوری کار بکنیم، چه جوری نوآوری بکنیم و چه جوری از این توانایی هایی که دارید استفاده بکنید. فوت و فندتون رو درسی که در اون دانشگاه خوندید، در بیزنس سکول هاروارد خوندید، یادتون داده حتما که چگونه این رو به بهره برداری بهتر برسونید و یک فرمت یک استراکچر بهش بدین برای یک کاری که انجام میدید. خب خانم کسایی، اگر که دوستانی علاقمند باشن که با شما در تماس باشن و یا از شما بیشتر اطلاعات بگیرن، اگه ممکنه هم سایتتون رو و هم وسیله که میشه با شما تماس بگیرن بفرمایید، که مطمئنم بسیاری که الان دارن میشنون علاقمندن که در مورد این مربیگری، منتورشیپ و یا معلمی و شاگردی و یا کار داوطلبانه در کنار شما ازتون اطلاعات بیشتر بگیرن. اون کارو که حتما خواهم کرد، ولی از شما هم دعوت میکنم که از طریق رسانه شما و خود شما که واقعا منتور خوبی برای همه ما، فکر میکنم برای زنای نسل خود من، در اینکه همه باید منتور داشته باشن. یعنی اگه یه کسی به من نگاه میکنه، من به هما فرشار نگاه میکنم، هما فرشار به یه کس دیگه نگاه میکنه. یعنی همه ما به نظر من پیشرفت، یعنی این که ما پامونو بذاریم روشونه همدیگه و با پشتوانه همدیگه جلو بریم. بنابراین هم با من هم با شما، من از شما دعوت میکنم، با من خواهش میکنم تماس بگیرین. bibikasrai@gmail.com و سایت من www.harvardcookinggirl.com. کوکینش جی نداره، کوکینش یه دونه جی داره. بله. یه جی داری داره. اصلا جی نداره، نه یه دونه جی داره. کوکین گرل، یه INGIRL. خیلی خوشحال میشم، نه با ایمیلایی که مثلا میگن Hi, how are you؟ من چه چار بکنم؟ اینجوری اگه باشه نه، ولی من فکر میکنم الان در وهله اول اگه متخصصین، آدمایی که میتونیم دست به دست هم بدیم، یه پلتفرمی درست بکنیم برای منتورشیپ، یه کنفرانس کوچولو مثلا حتی شروع بکنیم و راههایی رو که در هر زمینه‌ای هست به بقیه هم نشون بدیم، اینترنشیپ‌هایی بذاریم، اینجور ایمیل ها، اینجور چیزا خیلی کمک بکنن به همه. ببینیم چی میشه، شاید با هم صحبت کنیم چند ما دیگه، ببینیم که حتما ما دنبال میکنیم و امیدوارم که موفق باشیم در کاری که دارین. دوستانی که علاقمند هستن که در این رشته منتورشیپ با خانم بی بی کسایی تماس بگیرن، تلفن سامانه خودشون و ایمیلشون رو برای شما گفتن و باشون تماس بگیرید که به اتفاق یک چنین برنامه‌ای رو برای جامعه ایرانی بتونن به بهترین وجه پیاده بکنن. براتون آرزوی موفقیت میکنم خانم کسایی و انشالله باز هم در فرصتی دیگر با شما گفتگو بکنیم، نتایج این نخستین کارزار رو به ما بدین. خیلی ممنون، خواهش میکنم، خدا نگهدار. افسانه، بازم داری میری کیو مارکت؟ آره دارم میرم کیو مارکت. تو هم بیا بریم یه سری به این فروشگاه بی‌نظیر بزنیم که جنساشو با هر فصل و عید و مراسمی تند و سریع تطبیق میده. یک قسمت مستقل و متنوع از انواع گوشت و مرغ ماهی با قیمت مناسب داره. سبزی و میوه های کیو مارکت حرف نداره. کیو مارکت در شماره 17261 ونوون 818 345 4251، 818 345 4251. Golden Dreams Entertainment با افتخار تقدیم می کند شنبه 21 فوریه، شهر زیبای اورنج کانتی، شاهد هنرنمای دو ستاره محبوب سیاوش قمنشی و منصور می باشد. وقتی دستام خالی باشه،
در سالن مجلل سگرستروم سنتر فور دی آرتس کوستا میسا، شنبه 21 فوریه، شهر زیبای اورنج کانتی. برای تهیه بلیت به فروشگاه‌های معتبر ایرانی و یا به وبسایت goldendreamsconcert.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات 1-949-439-7097 و یا 714-501-4237. شنبه 21 فوریه، سیاوش قمیشی، منصور، لایو این کانسرت ات سگرستروم سنتر فور دی آرتس، کوستا میسا. اگر برای اولین بار جریمه شده باشید یا حتی اگر به دلیل جریمه‌های متعدد گواهینامه‌تان را باطل کرده باشند، تنها با پرداخت $199 کارت مجرب شرکت حقوقی تیکت کلینیک با حضور در دادگاه از حق شما به خوبی دفاع خواهد کرد. همین امروز با تیکت کلینیک با شماره تلفن 1-800-320-2425 تماس بگیرید. در وقت و پول خود صرفه‌جویی کنید. جهت مشاوره رایگان با تیکت کلینیک با تلفن 1-800-320-2425 تماس بگیرید. KIRN 670 AM Radio Iran. یک کلام بشنو از اطرت خان. چون ها سرا نشون تو شوری، تولدت مبارک، تولدت مبارک، بهار امیدی، همه سروری، تولدت مبارک، تولدت مبارک. گل من، چشم دلم از تو روشن، شکفتی زیباتر از گل به گلشن، نشستی چون لاله در باغ هستی، تویی تو بهانه هستی من. تولد اسرت خانم گل مبارک باشه. قربونتون برم، منو به خدا غافلگیر کرد. دنیا ممنونم از شما. خواهش میکنم انشالله که سال بسیار خوبی رو شروع کرده باشین و ادامه بدین و ما همیشه از وجود شما در این برنامه استفاده بکنیم و لذت ببریم و زیر سایه شما باشیم. قربونتون برم، من دقیقا امروز درست روز تولدم. بله. جالب بود برام. به اتفاق آقای محمد نوری خواننده عزیز که میدونم صداش هم دوست دارین، این شاد باش و خدمت شما گفتیم. ما حالا در خدمت شما هستیم ببینیم که امروز روز تولدتون میخواد چه کار بکنیم. قربونتون برم، امروز اتفاقا یه چیز یه داستان خیلی حقیقی، خیلی غمگینه. من نباید اینو میگفتم، مثلا اتفاق افتاد دیگه، ولی در حال چون قرارمون بود که اینو بگم دیگه. خب بفهمید. این داستان زندگی اینه دیگه، غم و شادی. بله، با هم. بله. این واقعا داستان خیلی حقیقی، یعنی آدماش هم شاید اگر یه روزی ممکنه همینجا هستن بشناسن شما. خب مامان مامانی رو از ایران به وسیله دوستی میشناختم. شوهرش رو پیش از انقلاب از دست داده بود. 3 پسر و 2 دخترش در خارج از کشور زندگی میکردن. دختر بزرگش با شوهر و 1 فرزند در ایران بودن. جمعاً 6 نوه داشت. بجز دختر و نوهی که در ایران زندگی میکردن. بقیه بچه ها و نوه ها را سالها بود که ندیده بود. همیشه به اونا افتخار میکرد و میگفت اونا منو فراموش نکردن. بالاخره یا منو به امریکا میبرن یا خودشون برای دیدن من به ایران میان. دختر بزرگ و شوهرش برای رفتن به آمریکا پول بیشتری لازم داشتن. مامان مامانی رو راضی کردن که خونه و زندگی رو بفروشه تا اونا بتونن با پول اون به امریکا بیان. و به اون قول دادن که به محض اینکه به امریکا برسن و سر و سامان بگیرن، خونه‌ای به اسم مامان مامانی خواهند خرید و اونو به امریکا خواهند آورد. همگی در کنار هم زندگی تازه رو شروع میکنن. خانه به سرعت فروش رفت. بچه‌ها به امریکا رسیدن. با پول خانه مامان مامانی خانه خریدن. ماهای اول یه نامه‌ای براش میفرستادن، اما به تدریج مامان مامانی فراموش شد. هر چند ماهی در خونه یکی از دوستان به طور موقت زندگی میکرد و در انتظار رسیدن دعوتنامه برای آمریکا بود. تا اینکه چند تا از آشنایانی که اون دیدن اون خیلی در به در و به خانمان و اینور اونور زندگی میکنه، یه راهی پیدا کردن و اونو به خانه سالمندان بردن. ماها و سالها گذشت، از 3 پسر و دخترها و نوه‌ها خبری نشد. همون دوستانی که وسیله رفتن اونو به خانه سالمندان فراهم کرده بودن، گاهی به او سر می زدن. و یکی از همون دوستان تعریف می کرد که مامان مامانی روز و شب برای بچه هاش بیقراری می کنه.
این دوست عکس اونو برام فرستاد با اسم و مشخصات بچه‌هاش و گفت که اگر در احتمالاً در آمریکا به دختر یا پسرش برخورد کردیم اونو خبر کنیم. ولی خب همه میدونیم که در این قاره بزرگ پیدا کردن یک شخص به خصوص چقدر مشکله. به هر حال من که نتونستم کاری بکنم. تا اینکه یه روز در فیسبوک چشمم به یک عکس افتاد که خیلی شبیه اون وقتای مامان مامانی بود. من فکر میکنم همه دوستان اینو دیده باشن، برای اینکه انقدر این داستان جالب بود که همه به هم میگفتیم این عکسو دیدی یا ندیدی. در حال داستان از این قرار بود که یک فیلمساز جوان ایرانی به آمریکا، از آمریکا به نرسینگ هوم در ایران برای فیلمبرداری و تهیه گزارش رفته بود. بعد از اینکه کارش تموم میشه، این متوجه میشه که یه زنی همونطور به طرفش داره میدوه، با گریه یه چیزایی میگه. فیلمساز جوان اول نمیفهمه، بعد که سعی میکنه زن رو آروم کنه، این زن بهش میگه که آقا محض رضای خدا کاری برای من بکن. فیلمساز جواب میده مادر جان هر کاری بتونم برات میکنم. زن میگه آخه تو از امریکا آمدی، تو رو به خدا عکس منو تو امریکا توی تلویزیون بذار و بگو این زن صاحبشو گم کرده، شاید صاحبای من پیداشون بشه و منو پیش خودشون به امریکا ببرن. دو سال بعد همون دوست من تلفن کرد و گفت بیچاره مامان مامانی در خانه سالمندان دغدغه شد. چون اسم و فامیل مامان مامانی رو میدونستم، وقتی در یک روزنامه ایرانی چشم به اعلان ختم افتاد از قصه فریاد زدم، چون دیدم این بچه ها از وضع مامان مامانی اطلاع داشتن ولی به روی خودشون نمی آوردن. و شنیدم که مجلس ختم مفصل و با شکوهی براش بپا کرده بودن. نواها و عروسا و دامادا و پسرا با لباسا و یک شکل به صف ایستادن و به ترتیب پشت میکروفون رفتن و در غم مامان مامانی گریه کردن. و یکی از نواها که حتی اسم مادر بزرگش رو نمیدونسته براش آهنگی ساخته بود که با گیتار نواخته و نوه دیگه با گریه یک شعری رو که در وصف مامان مامانی سروده بود خونده و عشق حضار رو در آورده بود. دوستی میگو اگه مامان مامانی در مجلس ختم خودش حاضر بود برای خودش گریه میکرد. بغلا میدید که بعد از مرگ دوستش دارن، اگرچه در زنده بودن حاضر به دیدنش نبودن. ولی خب همه ما میدونیم که این نوع مجالس فقط برای خودنمایی زنده هاست، نه برای مرده ها. شاید بهتر باشه که در زنده بودن عزیزانمون قدر اونا رو بدونیم و بعد از مرگشون به دروغ به دیگران ثابت نکنیم که اونا رو دوست داریم. و این جاده ایه که همگی در اون قدم خواهیم گذاشت. بهتره به اون روز فکر کنیم. چقدر ازتون سپاسگزارم. بعضی سرگذشت‌ها واقعا غم‌انگیزه و شاعران و نویسندگان ما بسیار گفتن که بیا تا قدر یک دیگر بدانیم تا موقع که زنده هستیم. امیدوارم که چنین باشه و این برنامه رو به روح مامان مامانی هدیه میکنیم با اجازه شما. تشکر میکنم. ممنونم از لطفتون. پدرا پدر بزرگا، مادرا مادر بزرگا، مثل گل مثل بهاری دلمون نازک و نرمه، چشمون چشمه شرمه، عشقمونو در نیاری. کاش کی میشد برای بزرگترام قصرای طلا میساختیم، مثل آب چشم آینه هاشو صاف و پر جلا میساختیم. ابر فتنه وقتی سنگ غم میباری، سینمونو سپر بلا میساختی. پدرا پدر بزرگا، مادرا مادر بزرگا، مثل گل مثل بهاری دلمون نازک و نرمه، چشمون چشمه شرمه، عشقامونو در نیاری.
ممنون فرشاد خان از این آهنگ قشنگ. پدر و مادر از محمد رضا اصفهانی. چشامون دروغ نمیگن واسه ما چراغ راهی، گرچه پشتتون خمیده است واسه ما پشت و پناهی. ما هم مثل شب و روزی، شما مثل مهر و ماهی. پدرا پدر بزرگا، مادرا مادر بزرگا، مثل گل مثل بهاری. دلمون نازک و نرمه، چشمون چشمه شرمه، اشکامونو در نیاری. مثل اون قدیم ندیما قصه وفا بخونی، رمز روزا رو بفهمی، راز شبها رو بدونی. اگر منزل شما در اثر اتفاقاتی نظیر ترکیدن لوله آب، آتش سوزی، باران یا طوفان شدید و خرابی های بجامانده از سرقت و دزدی آسیب دیده، قبل از تماس با شرکت بیمه خود با دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران، وکلای متخصص در پرونده های امور بیمه تماس بگیرید. شرکت های بیمه عموما سعی می کنند از پرداخت خسارات وارده به منزل شما سر باز زده و حق شما را به طور کامل نپردازند. با تماس با دفتر وکالت الکس کوهن شما هیچ هزینه‌ای در ابتدا پرداخت نخواهید کرد. 1-888-20-CLAIM. وکلای برجسته دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران تمامی حقوق شما، اعم از فشارهای مالی، عدم توانایی در پرداخت صورت حسابها، هزینه اقامت، استرس، درد و رنج را مطالبه خواهد کرد. همین الان برای ارزیابی خسارات وارده به منزلتان با دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران تماس بگیرید. 1-888-20-CLAIM. 1-888-202-5246. به مناسبت ولنتاین در مطب دکتر رامتین مسعودی در سان فرناندو ولی، لس آنجلس، اورنج کاونتی و سان دیگو می توانید از چکاپ و داروی رایگان واسکولرا برای رگ‌های واریسی، بوتاکس یونیتی $7 و فیلر با $100 تخفیف بهره مند شوید. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171. ریتم شب، برنامه شاد و متنوع هر سه شنبه تا جمعه 7 تا 9 شب. از سه شنبه 24 فوریه شنونده ریتم شب باشید. Ranger Station, Ranger speaking. Hi, I'd like to report a bear hug. Okay. Well, we were building a bonfire, and I saw some, like, dry brush and leaves around, so, you know, I said to move the bonfire somewhere else, and out of nowhere, Smokey Bear shows up and hugs me. So you noticed some wildfire hazards and moved your bonfire to a safer location. Yeah. Yeah, that's Smokey, all right. He likes it when people help prevent wildfires. It hits him close to home.
Not everybody gets the hug, my friend. So that's pretty special, to get a hug from Smokey Bear. So it was him. Hey, guys, I told you! Forest Service, Ad Council, and your state forester. Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. یک شات اسپرسو با فریبرز داویدی. آقای فریبرز داوودیان، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. من از شما اسمو میگی خودم خندم میگیره شازوگی ها. اصلاً تازه از خواب بیدار شدم ولی نمیدونم چرا. مگه اسمتون انقدر خنده داره؟ منم به خنده انداختی. فکر این که چه افکار جالبی و میشه آدم در مورد همه چیز بخنده واقعا. به خدا قسم تا اسممو گفتین تا حالا اصلا خشن و بی تفاوت منتظر بودم. تازه از خواب بیدار شدم، دو تا شات اسپرسو زدم، هزار تا کار دارم. تا شو گفتین آقای فرمزاده، من بجوری علکی خندم گرفت. برای این که فکرم شایدم علکی نباشه، شاید دلیلی داره. فکرم اونجا میره که آدم باید سعی کنه به همه چیز بخنده در زندگی. یعنی همینجوری شاید هم شما به قول خودتون از نظر روانی منو قلقلک دادیم با اون جوری که میگین آقای فریبرز داوودیان. حالتون خوبه؟ من حالم اگه که شما برای ما یه چند تا چیز بگین که حالمون جا بیاد خوب میشه. دیگم که امروز داشتم فکر میکردم، یعنی دیروز، ایرانی ها شکموترین ملت دنیا هستن. شما موافقین یا مخالفین؟ موافقم یا مخالفم؟ فکر میکنم میتونه درست باشه. چرا؟ ببینید خیلی میخورن، یعنی خب همه میخورن، ولی ایرانی ها بیشتر از همه میخورن. ایرانی ها همه چیز رو میخورن. نمیدونم متوجه هست یا نه. بله. توی یه بشقاب همه رو قاطی میکنن، توی یه بشقاب میخورن. نه فقط یه بشقاب تلو کباب و تهدیگ و نمیدونم بعد هندونه و چایی با هم بیارن و اینو. مادر من خدا بیامرز چای رو می آورد، داغ داغ بود، تا ما وایسادیم سرد بشه هندونه رو می آورد، میگه بخور بخور. بابا دهنمون داره میسوزه. کجای دنیا چای؟ حالا میدونم شما یه بار من گفتین چای با انگور بخور که من امتحان کردم اصلا جالب نبود. خلاصه نه، ولی منظورم غذا نیست خام سرشان، منظورم فالوده و بستنی و نمیدونم خورشت بادمجون. ایرانی ها همه چیز رو میخورن. شما الان فکر کنید یک ثانیه که ایرانی ها چه چیزایی رو میخورن. اولا جیگر همدیگر رو میخورن. آفرین، اومدین توی خط. خوش روید. دیگه چی میخورن؟ مسابقه هوش. دیگه ببینم چی میخورن. مسابقه هوش. یه کمک بهتون بکنم. بکنی. یه چیز شو بگی. گول میخورن. آها گول میخورن. میگه گول. عجب گولی خوردم. فریب میخورن. فریب میخورن. داریم میریم. دیگه چی میخورن؟ یواش بریم که دردش بختمون پر بریم. سر میخورن. چی میخورن؟ سر. آه این رو به خدا نداشتم. میگن بریم یکم روی یخ سر بخوریم. آره. مال شما راست میگید. زمین میخورن. زمین میخورن. بعد دو جور زمین خور هست. یعنی گفتن زمینم یه جور نخوریم. یه ده زمین خار هستن که زمین های مردم رو بالا میکشیدن قدیم ها بود. یه دم که با کله میخورن زمین میگن زمین خوردم. خوردم. زمین نخورده ولی میگن خوردم. لیز میخوره، سر میخوره، بعد میخوره زمین. خدا ببینی همش در حال خوردن هست ماشاءالله ایرانی ها. دیگه چی میخورن؟ کلک گفتم. پول همدیگر رو میخورن. اون که من و شما بیشتر از بقیه در این مورد خبر داریم. خبر داریم. بعدم برو خودشونم نمیارم. بیا این خنده دار نیست. شما داری اینو میگی یکی پولتون خورده، همچنان دارین میخندید. والا چه عرض کنم، بایدم خندید. خب دیگه خدا خودش میدونه که بازم گفتیم خدا. دیگه چی میخورن؟ به زمین گرم میخورن. آخ انشالله. اونی که پول میخوره بعدم باید به زمین گرم بخوره. در زندان. از بخورتون که هرس هم میخورن. راست میگی. ما ایرانی ها در روز 3 وعده غذا میخوریم، 12 وعده هرس میخوریم. راست میگی. خونه بغلی یه طبقه اضافه میشه، ما هرس میخوریم. خانممون زیادی خرج میکنه، ما هرس میخوریم. درسته؟ بله بله. قصه که گفتم ها؟ بله. نه. قصه خوردم. آی قصه خوردم. ماشاءالله میشیدن و همینطور مثل کاسه سوپ قصه رو میریزن و
کورت میکشن میخورن. شما بودی دنبال یه اپ میگشتین اپ تازه اختراع کنی؟ که چی که قصه بخورن؟ نه یه اپ قصه خوری میشه درست کرد. میلیاردر میشه خانم سرجان. میلیاردر آره. من فقط ایدهشو میدم ولی مجانی در اختیار شما میذارم. بعد ما خر کدوم از ما ناراحت شدیم، وقتم نداشتیم قصه بخوریم، اون اپو باز میکنیم. بعد اون اپه به جای ما قصه میخوره. یه کاری میکنه که بعد ما میفهمیم که غم و دردمون و قصهمون رو کم کرد. من همین الان گوشی رو که میذارم قصه.com یا قصه.org رو فوراً میگیرم. فوراً میگیرم. دیگه چی میخوریم خانم سرجان؟ دیگه دختره میاد خونه میگن که به پدرش میگن که با دوست پسرت دیدیم تو بی حیا هستی. قسم میخوره میگه پدر قسم میخورم که من فریب خوردم. متوجه شدی؟ هم قسمو میخوره هم فریب با هم میخوره. یک شکم استیل میخوره. اون یکی میگه من نارو خوردم. آخ من نارو خوردم. دیگه چی میخوریم؟ افسوس خوردم. وای چقدر من افسوس خوردم. دیگه چی میخوریم؟ دیگه چقدر چیز میخواید بخوریم دیگه؟ وقت میتونی ما ایرانی هستیم. خون دل خانم ترشاد راست میگه. خون دل خوردم. مادرم همیشه میگه من تو رو بزرگ خون دل خوردم. تا میدونی من چقدر خون دل خوردم تا تو انقدر داری به سینه تون هم میزنید همزمان؟ بله. شما دوربین تلویزیونی هم داری؟ صداش تا اینجا اومد. ببینید من سبودی کار میکنم چون من کار اصلی تئاتره. من تو رادیو هم همینجوری دارم اکت میکنم. خب از این به بعد میذارین رو اسکایپ. ایرانی ها همش دارن بعدم به قول خودشون به قول شما خودشون هم میزنن که خودشون هم کتک بخورن. خانم سرشار لطمه خوردم. آها. شکست خوردم. ما شکست خوردیم درسته؟ بله بله. کتک گفتم؟ نه این از همش مهم. من بچه‌ام نباید صدای کتک خوردن دیگه در نیاره خواهش می‌کنم. نه دو گل نیویورکی خود کتک خوردم. دیگه چی؟ توستری خوردم. توستری راست میگی. حالا ببینید چقدر از اینا به انقلاب اسلامی میخوره. حالا مثلا جمهوری اسلامی هم ببین الان ملت ایران مرتب این جمله ها استفاده میشه. انقلاب اسلامی که نارو خوردیم ازش. هم نارو خوردیم، هم گول خوردیم، هم کلک خوردیم. هم کتک خوردیم. درسته؟ هم توسدی خوردیم. هم هرس خوردیم، هم فریب خوردیم، هم نارو خوردیم، هم حالا نشستیم افسوس میخوریم، هم خون دل میخوریم، هم آبرومون لطمه خورده. هم در جامعه جهانی شکست خوردیم به عنوان یک ملت، هم و حالا نشستن میگن کلی هم توسدی خوردیم. راست میگی. فضا خوندا. راست میگی. دیگه چی؟ و یه چیزی که ایرانی ها خیلی میخورن. چشم میخورن. ما بیشتر از هر ملت دیگری چشم میخوریم. بس که خدا میدونه ما وضعمون درسته و ماشاءالله از هر نظر پروار و ثروتمند و تحصیل کردیم. هی ما چشم میخوریم. میگه این چشم خورد، من چشم خوردم، تو چشم خوردی. آره. زدن و خوردن. چشم زدم هم چشم خوردیم. همش قسم و سوگند رو گفتیم؟ نه سوگند میخورم. قسم میخوریم سوگند میخوریم. من دیگه قسم خوردم که دیگه گول نخورم. متوجه این؟ آره این موقعی که دیگه مخواید یه ذریع دیگه زیاد نخورید چیزی رو. این کش به رژیم داریم. یک چیز دیگه هم هست که اینجا تو رادیو نمیشه گفت ولی وقتی که آقایون ایرانی یک اشتباهی میکنن و خانمشون بالا سرشون وایستده با شکر میخورن. شکر میخورن. البته من لغت دیگری در نداریم. خب نه بقیه گرفتن. ولی ما مؤدب و محترم هستیم و نمیگیم. خلاصه من واقعا نمیدونم که ما چرا انقدر میخوریم و من به این موضوع داشتم فکر میکردم و گفتم که اینو با هموطنان مطرح کنم یکم کمتر بخوریم. بعدم ماشاءالله سنگین میشن و افسرده میشن و میگن من نمیم چه و بعد که میخورین نخورین انقدر گول نخورین انقدر قصه نخورین انقدر حرص نخورین بابا رسم. کمتر بخورین. اصلا ما باید بریم روی رژیم، باید دایت بگیریم. دایت نخوردن که دیگه نخوریم و نزنیم. وقتم از اون ور هی میزنن خانم سرشار. درسته. بهش طعنه زدم. یک کنایه بهش زدم. یا میخوریم. ما ملت بزن و بخوری هستیم خلاصه خانم سرشار و این باید درست بشه و از فرهنگ ما پاک بشه و ما
آدم های بهتری باشیم، نه بزنیم نه بخوریم. راهکارشو بفرمایید شما که الان تمام مشکل رو پیدا کردین، چجوری خط میشه؟ وسط خانم سرشان، خط وسط. ما مسئول حرکات و رفتار و طرز فکر خودمون هستیم. تا حدی جامعه به ما یک چیزهایی رو میفروشه وقتی به دنیا میایم، ولی ما خودمون باید مواظب باشیم که توی این کلیشه های زبانی و روانی نیفتیم. بلکه ببینی یک ملتی تو سری خور میشه، یک ملتی خشن میشه. بابا خودتون بفهمین کجای کارین، چیکار میکنین، نه بی خودی غصه بخورین، نه بی خودی خونه دل بخورین، نه فکر کنین اصلا تا شب چشم خوردین. این عقاید پوسیده قدیمی رو بندازیم کنار، صبح پاشین تندار نیک، رفتار نیک، کردار نیک، به همه لبخند بزنین، یه شات اسپرسو بزنین و گل بگین و گل بشنوین. روز شما خوش. صبر کنید آقا، من می‌خواستم یک سخنرانی محترمانه اینجا بکنم، یادی بکنم از الینور روزولت، بله، بانوی بله. اول آمریکا، که گفته هیچ انسانی رو بدون توافق خودش نمیشه تحقیر کرد، نمیشه فریب داد. واقعا قشنگترین جمله رو گفتین، خدا جدی میگم. من اگه خانم الینور روزولت زنده بود، هر جوری شده بود، اگه قرار بود جیگرشو میخوردن قشنگ، جیگرشو میخوردن به خدا. برای اینکه میدونید من سال هاست که میگم که مثلا هر اتفاقی در کشورهای مختلف میفته، حتی در امریکا، طبیعتا خود شهروندان و سیتیزن های اون شهر و مملکت هستن که اجازه میدن که اون اتفاق براشون بیفته. آقای داوودیان جانم، قربان، شنیدم شما 99 سنتی دارید میرید صحنه. چه خوب که گفتین. بله خیلی خوشحالم که اینو اشاره میکنید، برای اینکه بله این ما انقدر که خدا رو شکر مردم از این برنامه لذت بردن، این میشه صدومین اجرای ما خانم سرشار. شاید یک رکورد. 15 مارچ در یونی های وبسایتمون هم سر پاست، آردی بلیط هم میشه هم از عباس آقای میوزیک باکس خرید، هم از شرکت کتاب خرید، هم توی www.99centfamily.com. ایشالله شما برای پنجمین بار تشریف بیارین مهمون ما. حتما صدومین اجرای 99 فامیلی، البته هر دفعه با تغییر، برای اینکه همونطور که میدونین ما یکم فلبداه کاری میکنیم و در واقع هر اجرا با اجرای قبلی فرق میکنه. پس خانواده 99 سنتی 15 مارس در یونی های چه ساعتی؟ ساعت همون 7:30 به وقت امریکایی‌ها که میشه 8:30-9:10 به وقت ایران. موفق باشید، بازم تا 15 مارس با تو صحبت میکنم. هیچی نخورین تا هفته دیگه. خدا خانم فریبا پارکفر از طرف کمپانی مورگیج هاوس همین سه‌شنبه ساعت 2 بعد از ظهر در مورد انواع وام‌های تجاری و مسکونی با شما گفتگو خواهند داشت. فریبا پارکفر 818-212-2025. در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است. پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم. یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی. یکی از رانندهای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم. پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست. The World Series of Poker Circuit event is coming to the Bicycle Casino and Hotel, the only place in LA to win one of 12 rings. Get to the bike this March for your shot at $2.5 million in estimated guarantees, paid out March 6th through April 7th. Like us on Facebook, follow us on Twitter, take the 710 freeway exit Florence, just minutes from wherever you are. Visit thebike.com for tournament details. The Bicycle Casino and Hotel, we've got style to our game. No purchase necessary. Specific rules apply. The Bicycle Casino and Hotel reminds you to please gamble responsibly. Call 1-800-GAMBLER. 670 AM Los Angeles. بهانه ها با دکتر صدرالدین الهی.
آقای دکتر صدرالدین الهی در شمال کالیفرنیا، صبح شما بخیر. سلام سرشار عزیز در جنوب کالیفرنیا، صبح شما بخیر. هوای ما بسیار خوبه، من شما چطوره؟ هوای اینجا خیلی خوبه، انشالله که شما سرماخوردگیتون برطرف شده. دوستان مشتاق شنیدن صدای شما، هفته پیش احوال پرستون بودن. بله، من در مورد محبت قرار دادم مرتبا تلفن کردن، ولی به هر حال دیگه سرماخوردگی از عوارض جوانیه، انشالله همه جوان میشن میفهمن من چی میگم. خب آقای دکتر الهی، امروز میخوایم راجع به یکی از مردان نازنین معاصر ایران صحبت بکنیم با هم دیگه، که سالگرد در گذشتش هست. بله. خب آقای دکتر عبدالمجید مجیدی. گویا فردا مراسمش هست. بله بله، فردا مراسم خصوصی هست در شهر لس آنجلس، از طرف دخترشون برگزار میشه و با دعوت، ولی بیشتر به تحت عنوان بزرگ داشته یک زندگی پربار هست. بله. برحال بندم شما میدونم که با ایشون دوستی داشتی. شما بنده باید در این صحبتی که می کنم دو قسمت می کنم. بله. یک قسمتش رو در باره اون چیزی که میان ما در گذشته بود در خاک زمان کودکی من، و قسمت آخرش در باره خود دکتر عبدالمجید مجیدی. بین این دو قسمت یه فاصله کوتاهی میدم که تأملی بیشتر بشه. باشه. نمیدونم نظرتون چیه. عالی عالی. من در بگوشم. البته با این توجه که بهانه واقعی امروز باید سوم اسفند فردا باشه. بله. نکردیم ما به احترام دکتر مجیدی و به یاد دکتر مجیدی اون بهانه رو گذاشتیم برای وقت دیگه. بله. اون دیر نمیشه. هفته دیگه میتونیم در باشه. عرضم حضورتون که با من دکتر مجیدی و از خانواده آشنا بود. یعنی خانم سرشار، چیزی که برای همه ما باید یادآوری بشه اینه که اون تهرانی که من درش دنیا آمدم و او درش به دنیا آمد یه تهران دیگه ای بود، یه جای دیگه ای بود، و دکتر مجیدی متعلق به یک خانواده ای بود که در یه اون وقت به اصطلاح در نسبتا شمال شهر تهران زندگی میکرد. شمال شهر تهران عبارت از این بود که تهران از مرکزش میدون سرچشمه بود که خونه ما در جنوب قرار داشت، و از شمال به طرف که می رفتید یه جایی بود مثل دروازه شمرون، اگه اسمتون یادتون باشه. بله بله. باغ سپهسالار. اینجا دیگه شمال شهر بود. و دکتر مجیدی فرزند مرحوم میرزا قوام الدین خان مجیدی بود. میرزا قوام الدین خان سالها رئیس کانون وکلای ایران بود و از دوستان نزدیک پدرم. این دوستی ها مثل امروز نبود. ایشون هر شب جمعه در منزلش مهمانی به صلاح گدرینگ به قول اینایی نشستی داشت که دوستان مرد اداریش رو اونجا می آمدن همدیگه رو می دیدن. دوره داشتن در واقع. اصلا بساط شام و شیرینی و میوه خورده می شد. حرف می زدن. توجه داشتید خانم سرشار، تمام کسانی که الان نمیتونم فرصت ندادیم اسمشون رو بگم در این مجلس شرکت میکردن، نه وزیر بودن نه وکیل، ولی آدم های مهم دستگاه حکومت بودن. کارشون چی بود؟ وقتی میشستن دوره هم مشکلاتی رو که براشون پیش اومده بر رفقاشون پیش اومده مطرح میکردن. اگر فلان کس در اداره پدر من گرفتاری داشت، همونجا میگفت که بگو فردا بیاد منو ببینه. بله بله. اصلا یه راه دیگری بود، یه دنیای دیگری بود. این خانواده منو مثل پسرشون قبول داشتن. بچه خانواده پرولادی بودن و تنها دخترشون همسن من بود. پسرانش همه پیش از من بودن و یه پسر بعد از ما البته. ما زن درونی بودن خانم. بله. و از نکته های جالب این که ما هر سال معطل می شدیم که ببینیم آقای مزنزلی میز قوام الدین خان کی برای ما پرتغال شمال میارن با یه چیز مخصوصی، یه سس مخصوصی که بهش میگفتن دلار. نمیدونم شما هیچ وقت اینو امتحان کردی یا نه. فکر میکنم یه سس معطر به نمک تاویدی بود، میگفتن نعنا و پونه و این چیزا رو با نمک. بله، گیاهان مال شمال رو مخلوط. بله بله بله. اما اسمش دلار بود، مال شمال بود. اینو میگفتن با
نمک نکوبیده باشن، یه نمک میسابن انقدر تا نرم میشه بعد شوری اندازه نمک رو به خودش میگیره. دلار عشق بزرگی ما بود. بزرگترین حادثه برای من این بود که شبای جمعه با پدرم برم خونه اینا و با بچه های دکتر عقبی دقوازی خان بازی کنم. دکتر مجیدی از من بزرگتر بود بنابراین من هم بازیش نبودم. سخت مورد توجه پدرش بود و به همین دلیل میگفتند که اسم این رو گذاشته مجید که وقتی به سن بلوغ رسید و وارد کار شد فامیل مجیدی رو دنبالش بذاره. فامیل قبلی دقوازی خان خودش مجیدی بود بله. بنابراین مجید مجیدی رو به این دلیل گذاشته بود و سخت به این پسر که بسیار خوش قیافه و چیز بود علاقمند بود او رو و به اتفاق پسر بزرگش فرستاده بود به اروپا. رفت فرستاد به اروپا، اینا اونجا درس خوندن، دکتر مجیدی اونجا دکتراشو گرفت و هم همونجا ازدواج کرد و برگشت به تهران و وارد زندگی اجتماعی اون روز شد. بنابراین این آدمی که من امروز ازش صحبت میکنم این یه سابقه قدیمی خانوادگی با من داره، با بچگی من داره. من دیشب بخواستم مطلب شما رو تهیه کنم، تمام مدت در سرچشمه و در اونجاها بودم و اصلا حالم دگرگون بود. آخه آره. حالا از اجازه بدید با یک تأمل مختصر درباره خود مجیدی صحبت بکنم. بفرمایید. بفهمید. دکتر عبدالمجید مجیدی صبور، شیرین و با تحمل بود. تمام کسانی که او را دیده بودند یا میشناختند به این خاصیت او، به این کاراکتر او احترام می‌گذاشتند. هرگز من در طول سال‌هایی که در بعد از انقلاب او را دیدم، هرگز از اینکه با رژیمی که کار کرده بود اشکالاتی داشته باشه و بخواد این اشکالات رو وسیله کنه و اونها رو به صدای بلند در همه جا بگه برای اینکه بگه من نه، من همچینم با رژیم نبودم، نبود. همیشه به خانواده پهلوی، به زندگی که در اون دوران کرده بود احترام میگذاشت، افتخار میکرد و با آدمایی که باهاش در قدیم رابطه‌ای داشتن با همون چشم نگاه میکرد که در روزهای دور آدم به با اونا کرده. توجه داشته باشید دکتر مجیدی در زندگی خصوصی خودش و در زندگی اجتماعی خودش یکی از مهمترین آدمهای اون تاریخ بود و مهمتر از همه یکی از پاکدامن‌ترین مردانی که من در زندگی می‌دیدم. او در حالی که میتوانست دست بسیاری دیگر از امکانات استفاده کنه و برای خودش یه زندگی دیگه فراهم کنه، در خارج زندگی پای بذاره، هرگز کسی نشنید و نگفته نشد که مجید دست به مال مردم زده، دست به مال مردم مثلا حکومت یا دولت زده. من چیز آخری که از او به یاد دارم خانم سشا حکایت همتی است که او در براه انداختن روزنامه کیهان لندن کرد. این روزنامه رو او با مدیریت و قابلیت خودش اداره میکرد، رئیس هیئت مدیرش بود و تا وقتی که ما بودیم و بود و با هم کار میکردیم به صورت واقعا یک آدمی بچه ای رو باید بزرگ کنه با ما رفتار میکرد و با روزنامه رفتار میکرد. اسباب تأسف است که روزنامه دیگر نیست، مجیدی هم دیگر نیست و ما هستیم و آرزوی من اینه که فقط قضاوت ها رو در مورد آدم های هر رژیم سالم تر بکنیم، به صرف این که به دلیلی با اون رژیم مخالف بودیم نریم و همه چیز رو زیر پا بذاریم، همه آدم هاشو بگیم بد بودن. نه، اینطور نبود. مجید مجیدی یکی از برگزیده ترین، پاک دامن ترین، صبورترین، پرکارترین و شریفترین مردان حکومت گذشته. و در تمام این سالهایی که در خارج زندگی میکرد آقای دکتر مجید مجیدی همچنان همون ویژگی هایی که شما میگین آقای دکتر الهی رو داشت، در پاریس زندگی میکردن ایشون
و هر بار که به لس آنجلس میومدن میگفت که پلو شما به شهر شما هم خیلی میومدن چون یکی از دوستان شما اینجا میومد که منو ببینه. بله بله. و همنشین بسیار دلنشینی بود مصاحبت با ایشون و همچنان همین ویژگی هایی که شما الان به زیبایی ازش نام بردید در ایشون بود. و بعد بعضی موقع ها فکر میکنم من شخصا فکر میکنم که بسیاری از این مردان کتابی هم نوشته شده در این زمین همه مردان شاه، بسیاری از این مردان شاه واقعا پس از انقلاب اگر اونها رو شناختیم، بسیاریشون من قبل از انقلاب شاید نمیشناختم از نزدیک، یکی از پاکترین انسانهایی بودن که در پست خودشون کار میکردن و سوال برانگیزه که با وجود چنین انسانهایی که در پست بودن چرا واقعا در ایران انقلاب شد و چرا وضع به اینجا کشیده شد که اون حالا یه بحث مفصلی است. ولی ممنونم از این نگاه زیبایی که به زندگی این مرد پاک دامن و این وزیر سابق، رئیس سازمان برنامه، رئیس هیئت مدیره کیهان و همه مؤسسات دیگری که او سرپرستی میکرد همه به درستی و خوبی سرپرستی میشدن کردین و با یاد او از شما هم سپاسگزاری میکنم و به خانواده مجیدی مجدداً تسلیت میگیم بابت درگذشته دکتر مجیدی، سالگرد درگذشتش و تولدش مثل که نزدیکه و با آنها در این زمینه برای بزرگداشت زندگی پربار او همراه هستیم. خیلی ممنونم. بنده هم همچنین امیدوارم که مثال هایی که گفتید به مرد هایی که مثل مجیدی هستن از یاد ها نرن. بله. سپاسگزار شما هستم آقای دکتر صدرالدین الهی. صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست. شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر و اینوستمنت پلانر، و من نازنین باروتی، استیت پلانینگ اترنی، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. 424-465-9000 424-465-9000. جشن بزرگ نوروزی، نوروز را با ستایش کوروش آغاز کنیم. با هنرمندی هوشمند عقیلی، مرتضی بهزاد، مریم نجمی. یک شنبه 8 مارچ از ساعت 2 بعد از ظهر تا 11 شب هتل هیلتون ایرواین اورنج کانتی در دو سالن، همراه با برنامه‌های ویژه زن، نمایش نقاشی‌های برجسته، فیلم‌ها و سخنرانی‌های درباره کوروش کبیر و همراه قرعه‌کشی جوایز نقدی و اجرای کمدین معروف حسین کامروا. 949-231-2290 هوشمند عقیلی، مرتضی بهزاد و مریم نجمی. فروش بلیط در مراکز ایرانی. بهای بلیط $35. غذا از رستوران حاتم میشلویهو. برای قرفه و بلیط با 949-231-2290 تماس بگیرید. خانم چرا اینقدر هول شدی؟ چون سمنوی خیلی خوشمزه هول یونیک رو دیدم. سمنوی هول یونیک از همکنون در فروشگاه های ایران. آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است. در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود. و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز. مشاوره اولیه رایگان. توجه کنید، با هر فیلر تزریقی از 20 یونیت بوتاکس به رایگان بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700. Get social with 670 AM KIRN. We'd like to hear from you. Join us on social media.
Just go to our website, www.670amkirn.com. At the top of the page, you'll see our social media links for Facebook, Twitter, and YouTube. Click on them and join us. Get social with 670amkirn. مرزهای دانش، برنامه‌ای از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی، هر یک شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. در خدمت خلق. یاران، در این بخش از برنامه به لندن میریم و با آقای مازیار بهاری، روزنامه‌نگار، کنشگر حقوق بشر و مستندساز مشهور ایرانی صحبت میکنیم. آقای مازیار بهاری که همکنون سردبیری سایت ایران وایر رو به عهده دارند و همچنین فیلم‌های مستندی که ساختند برای نمایشش در سراسر جهان سفر میکنند و مصاحبه‌های گوناگونی در این مورد با ایشون انجام میشه، در ضمن به تازگی هم از ایشون فیلم مستندی که با آقای جان استوارت ساخته بودن رو از ایشون دیدین و همچنین مستند 58 دقیقه‌ای در مورد پیشینه اعترافات اجباری در سیستم جمهوری اسلامی و بسیاران دیگر. ولی این بار آقای مازیار بهاری در شهر لس آنجلس مهمان ما هستند. روز جمعه 27 فوریه از ساعت 8 شب تا 10 شب در The Theater at Ace Hotel داونتاون لس آنجلس و در مورد موضوع مهمی صحبت می‌کنند تحت عنوان آموزش جرم نیست، Education is not a crime، و همراه با بسیارانی دیگر از بزرگان هنر و همچنین کنشگران حقوق بشر یک برنامه بسیار پرباری رو دارن در زمینه این مسئله و مشکل اساسی که در داخل ایران برای گروه اقلیت‌های بهائی در واقع انجام میشه و اجازه آموزش به اونها داده نمیشه. ترجیح من این بود که وقت ایشون رو بگیرم، مزاحمشون بشیم، مزاحم آقای بهاری، با وجود که میدونم خیلی هم کار دارن، تا از خود ایشون در مورد این جلسه و این نشست اطلاعات بیشتری بگیریم که علاقمندان بتونن به دیدارشون برن. آقای مازیار بهاری، بعد از ظهر شما در لندن بخیر. سلام خانم سرشار، صبح شما بخیر در لس آنجلس. خیلی ممنونم که دعوت من رو قبول کردید. میدونم که سخت هم مشغولین، ولی دوست داشتم که در مورد این نشستی که روز جمعه در شهر لس آنجلس هست با ما بیشتر صحبت بکنید و بگین که اصولا چه کسانی دارن این برنامه رو میذارن و شما در این راه چه میکنید و نقش شما به عنوان یکی از سخنرانان چه خواهد بود؟ بله، این باعث افتخاره که با شما صحبت کنم. هر دفعه که من با شما صحبت میکنم نه تنها خوشحال میشم، بلکه یه چیزی هم یاد میگیرم و خدمت شنوندگان شما هم سلام میکنم. عرض کنم خدمت شما برنامه Education is not a crime که روز 27 فوریه در لس آنجلس انجام میشه در ایس هتل داونتاون لس آنجلس، در حقیقت یک برنامه است از برنامه جهانی که ما هر سال میخواییم اجرا کنیم در روز در جمعه آخر ماه فوریه، آخرین جمعه ماه فوریه هر سال، که این اولین برنامه است و در حال حاضر هم در 345 شهر جهان به خصوص در آمریکا و کانادا این فیلم مستندی که من پارسال ساختم در مورد دانشگاه زیرزمینی دانشگاه زیرزمینی این هم نشون میدن و در حدود همین 345 شهر دنیا برنامه هایی دارن برای این منظور. ولی برنامه اصلی ما که در لس آنجلس هستش، ما بهش میگیم شبی برای BIHE که در حقیقت بهای اینستیتیوت آف هایر ادویکیشن هستش، شبی با داستان‌گویی و موسیقی که ما یک سری هنرپیشه‌های مشهور هالیوود، ایوالرو، جاستین بالدونی،
وین ویلسون که هنرپیشه دومه در حقیقت سریال آفیس بود و چند تا مهمان خاص قرار بیان. اونا یه سری داستان‌هایی رو میخونن در اون شب که توسط یک نوشتنامه نویسه انگلیسی نوشته شده و این داستان‌ها با یک سری برنامه‌های موسیقی از گروه‌های مختلفی که در لس آنجلس هستن اجرا میشه که چند تا نوازنده ایرانی هم بهشون ملحق بشن و تهیه کنندگی برنامه موسیقی اون شب رو هم تهیه کننده مشهور موسیقی که چند جایزه گرمی هم برده کیسی پورتر رو عهده داره. فکر کنم برای دوستان ایرانی و غیر ایرانی که به این برنامه بیان هم برنامه در حقیقت میشه گفتش که تفریحی تو فقط سخنرانی نیست و فقط یک سری کنشگر حقوق بشر نمیان اونجا سخنرانی بکنن. بله. و در ضمن برنامه آموزشی که به خصوص من فکر کنم برای نسل جوانتر خیلی جالبه و که در حقیقت شرکت ما آف سنتر پروڈکشنز مجری این برنامه بوده و تهیه اون فیلم هم بوده نقش پشتیبانی رو داریم و خود من با چند نفر با حدود 2 یا 3 نفر افرادی که در این دانش زیرزمینی به یک صورتی نقش داشتن مصاحبه میکنم اون شب. حالا شاید 2 نفر باشن یا 3 نفر. دانشجویانش بودن یا مربیان این دانشگاه بودن آقای بهاری؟ هر دو. این دانشگاه زیرزمینیه. بله دانشگاه زیرزمینیه. بهاریان خیلی واقعا به یک معجزه آموزشی میشه تشبیهش کرد که اقلیت بهایی با توجه، من خودم البته بگم که من بهایی نیستم، با وجودی که فامیلیم بهاریه ولی بهایی نیستم، ولی برای حال به قول آیت الله خمینی بهایی ها رو دوست دارم. بله و عرض کنم خدمت شما که این واقعا این اقلیت بهایی با تمام این فشاری که روشون بوده، با تمام سختی هایی که کشیدن، نه تنها تونستن که مقاومت بکنن در ایران، بلکه تونستن پیشرفت بکنن. و دلیل اصلی پیشرفت بهاییان در ایران در 35 سال گذشته اهمیتی که به آموزش و پرورش میدن. یعنی بعد از انقلاب تمام دانشجوهای بهایی رو از دانشگاه اخراج کردن، تمام اساتید بهایی رو از دانشگاه اخراج کردن، دست به کشتار عظیم بهاییان زدن که در حدود 3-4 سال حدود 300 بهایی رو کشتن در سرتاسر ایران، آزار و اذیت‌های مختلف، خونه‌هاشون رو آتیش زدن، عده‌ای بسیاری آواره شدن و حدود سال 1987-1366 بهایی تصمیم گرفتن که بیان یک دانشگاه برای خودشون درست کنن، یک دانشگاه زیرزمینی بود که نه مدارکش هیچ رسمیتی داشت، نه هیچ دانشگاهی در هیچ جای دنیا اینو به رسمیت میشناخت. و آن بعد از حدود کمتر از 30 سال که این دانشگاه شروع شده در ایران، عده زیادی فارغ التحصیل در حقیقت از این دانشگاه اومدن بیرون که دارن در معتبرترین دانشگاه‌های دنیا از جمله برکلی، از جمله ییل، هاروارد، سوربن درس می‌خونن در سراسر دنیا و عده زیادشون در کارهای مختلفی در سراسر دنیا موفق هستن. و ما می‌خوایم در حقیقت با این برنامه، با اون فیلم، با تذکراتی که هر سال می‌خوایم به دولت جمهوری اسلامی بدیم و این دانشگاه رو می‌خوایم در حقیقت گرامی بداریم، می‌خوایم به دولت ایران بگیم که شما از طریق با در حقیقت ممنوع کردن آموزش و پرورش برای بهائیان، نه تنها به جامعه بهایی ضرر نزدید بلکه به کشور ایران ضرر زدید، به ملت ایران ضرر زدید. یعنی تمام این اساتید بهایی که در سراسر دنیا هستن، دکترای بهایی، مهندسای بهایی، وکلای بهایی، بهایی که از تواناییشون بهره نبردن، از توانایی اونها هیچ بهره نبردن. بله اینا میتونن تواناییشون در خود کشور ایران ارائه بکنن، اینا میتونن و خیلی دوست دارن، خیلی دوست دارن که برگردن و بیان خدمت بکنن. و خیلی از این فارغ التحصیلای بی‌آی‌اچ‌ای
در حقیقت الان شدن اساتید دی آی تی که اینا میتونستن راحت یا در دانشگاه های ایران تدریس بکنن و میتونستن به مردم ایران خدمت بکنن. چه موضوع جالبی است و چه برنامه ریزی قابل توجهی، به خصوص این که نخستین نشسته در این نشست‌هایی که از این به بعد هر آخرین جمعه ماه فوریه برگزار میشه. با اشتیاق منتظر دیدار شما هستیم آقای مازیار بهاری در لس آنجلس روز جمعه 27 فوریه ساعت 8 شب تا 10 شب در The Theater at Ace Hotel در دانتان لس آنجلس. Education is not a crime نام برنامه است و کسانی که اطلاعات بیشتری در این زمینه لازم دارند و برای تهیه بلیط میتونن به سامانه www.educationisnotacrime همش یه لغت چسبیده به هم .me مراجعه بکنند و اطلاعات لازم رو بگیرن برای شرکت در برنامه‌ای که به گفته آقای مازیار بهاری هم سخنرانی است، هم گفتگوست، هم مصاحبه‌ای با تعدادی از انسان‌هایی است که داستان زندگیشون رو تعریف می‌کنن، در واقع یه نوعی تاریخ شفاهی و بعد هم موسیقی و شعرخوانی و ترانه سرایی اونجا هست در اون برنامه برای بزرگداشت و توجه به کوشش مقاومت صلح‌آمیز جامعه بهایی برای اینکه فرزندانشون رو بتونن آموزش لازم رو بهشون بدن در شرایطی که براشون این امکانات در ایران وجود نداشته. من فقط میخوام تاکید کنم به شنونده‌هایی که بعضی مثل خود من به برنامه‌های حقوق بشری حساسیت دارن و فکر میکنن که خسته کننده است، من دلیل این که این برنامه رو اینجوری اجرا کردم به خاطر این بود که من خودم شخصا از برنامه‌های حقوق بشری خیلی مواقع خسته میشم. یک سری میان سخنرانی میکنن و میرن و مردم خسته میشن، خوابشون میبره و غیره. ولی این برنامه نه تنها برنامه حقوق بشری بلکه برنامه تفریحی هم هست و هنری. و هنری به خصوص جوانا، بله، برنامه هنری و تفریحی هستش و امیدوارم که جوانای ایرانی در لس آنجلس بیان در برنامه شرکت کنن و تخفیف 50% هم برای دانشجو با کارت معتبر دانشجویی هم ارائه میشه. برنامه هم به زبان انگلیسی، در نتیجه برای جوانها خیلی خیلی راحته و قابل استفاده. ممنونم از لطفتون آقای مازیار بهاری. سفر همراه با سلامت در پیش داشته باشین و به امید دیدارتون روز جمعه 27 فوریه در شهر لس آنجلس. خیلی ممنون. خواهش میکنم. روز خوب باشین. کرانولی مارکت به همه دنیا دلیور می کند. 844 شاپ WWG 844-746-7994 wholeworldgrocery.com Your local market online. ارواین فارمسی افتتاح شد. اولین داروخانه با دو شعبه در اورنج کانتی جنب سوپر ارواین با تلفن 949-651-1111. همکنون به قید قرعه برای نخستین بار جایزه‌ای به مبلغ $500 از محصولات اپل را به شما تقدیم می‌کند. ما اکثر بیمه‌ها را می‌پذیریم و تخفیف ویژه برای آنانی که بیمه ندارند یا سالمندند قائلیم. تزریق واکسن، ارائه دستگاه قند خون و فشار خون و انواع وسایل مورد نیاز بیماران را در محل داروخانه آماده تحویل داریم. چنانچه مایل باشید داروها با برچسب فارسی تقدیمتان می شود و حتی با فکس از سوی پزشک معالج خود دارو را از ما تحویل بگیرید یا ما به طور رایگان برایتان دلیوری می کنیم. Best Choice Pharmacy و Irvine Pharmacy با شماره تلفن 949-651-1111 یا 49651 همش یک واقع در اورنج کانتی. The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again. Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most
PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to alunaveincenters.com. AM Los Angeles. یک هنرمند، یک اثر. یاران، در این بخش از برنامه به سراغ یک هنرمند موزیسین موسیقیدان ایرانی میریم که در سطح بین المللی شهرت فراوانی داره و جوایز بیشمار هنری دریافت کرده. آقای مهرداد عرابی، نوازنده تنبک و دف، و جوایزی که مهرداد عرابی بابت فعالیت های هنریش گرفته بسیار همه اونها معتبر هستند: دیتونا سیمفونی سوسایتی، یونیورسیتی آف بورنئو، دی سیتی آف مادرید، دی سیتی آف نیکوزیا این سایپرس، و اخیراً هم جایزه بسیار معتبر مستر میوزیشن فلوشیپ رو از دارفی فاندیشن در شهر لس آنجلس گرفتن و بابت تمام فعالیت های هنری که کردند به عنوان یک نوازنده سنتی و نوازنده در واقع امروزی، هر دوی این سبک موسیقی رو ایشون با تنبک و دف اجرا میکنند و بارها در صحنه های مختلف در لس آنجلس، در اورنج کانتی و در شهرهای مختلف آمریکا و همینطور اجراهای گوناگون در اروپا و سراسر جهان رو از مهرداد عرابی شاهد بودیم. مهرداد خان عرابی این بار با همراه با هنرمند دیگر ایرانی، نوازنده سنتور آقای حمید سعیدی، به بهانه سومین سالگرد تولد باره و ترانه برنامه‌ای رو در شهر اورنج، در اورنج کانتی و همینطور در لس آنجلس روی صحنه خواهند بود که دوست داشتم با خودشون در این زمینه صحبت بکنم و اطلاعات بیشتری به شما علاقمندان موسیقی ایرانی بدم. آقای مهرداد عرابی، صبح شما بخیر. سلام از شو خدمتتون خانم سرشار، خیلی ممنون که ما رو دعوت کردید به برنامه صبحانه. خیلی متشکرم از اینکه دعوت من رو قبول کردید. میدونم که شما هم بسیار گرفتارین و مشغولین برای آماده کردن خودتون برای این کنسرت که روز یک شنبه، نخستینش روز یک شنبه اول مارچ در اورنج کانتی و دومینش روز پنج شنبه پنجم مارچ در شهر لس آنجلس. به ما بگید که مناسبت سومین سالگرد تولد باده و ترانه چیست که این برنامه رو گذاشتین برای کسانی که نمیدونن؟ بله، عرض به خدمت شما، مگر بخوام خیلی سریع راجع به باده و ترانه صحبت بکنم، همونطور که شما فرمودین پیشینه هم من هم آقای سعیدی موسیقی سنتیه و بیشتر هم موسیقی سنتی اجرا کردیم یا موسیقی تلفیقی، موسیقی فیوژن. فیوژن، بله بله. 3 سال پیش با آقای سعیدی یک برنامه جور شد، فکر کردیم که ما چی کار بکنیم که یکمی فاصلمون رو با مردم کمتر بکنیم در این حالی که اون موسیقی فاخر ایرانی رو ارائه میدیم، که همیشه بین ما هنرمند این صحبت بوده که مخصوصا در سالهای اخیر چرا این فاصله بین هنرمند و تماشاچی هستش و با چه ترفندی میتونیم این فاصلمون رو کمتر بکنیم، که اومدیم برنامه باده و ترانه رو درست کردیم. بله. برنامه‌اش هم به این شکل که ما انگشتمون رو گذاشتیم رو ترانه های خاطر انگیز موسیقی ایرانی که بیشتر موسیقی اصیل ایرانیه، ولی فضامون رو فضای راحت تری کردیم، دفترچه های چاپ کردیم به مردم دادیم، مثل کریوکی لایف میمونه برای مردم، ما ارکستر میشیم با مردم، مردم با ما میخونن، ما میخونیم، اینتراکتیو برنامه ما. چه جالب. یه جایی برای خودمون تعریف کردیم بین موسیقی سنتی خیلی قجری و موسیقی کاباره، اومدیم این وسط وایستادیم که اون گپ رو پر کنیم، که از سال 2011 شروع کردیم این برنامه رو و حدود 40 تا برنامه هم تا حالا داشتیم، دوبارم تور در اروپا داشتیم.
این اولین باریه که در لس آنجلس، در اورنج کاونتی و لس آنجلس در اسکربال و کریستال کوو این برنامه رو اجرا خواهیم کرد. حتما در مراکز کوچکتری مثل که انجام میدادی و بعد به حتما حدث من این استش که به دلیل استقبال زیادی که کردن در دو مرکز بسیار معتبر فرهنگی، یکی کریستاف کوو آدیتوریوم در دانشگاه یو سی آی و دیگری در سکربال کارچر سنتر در مگنن آدیتوریوم این مرکز فرهنگی برنامه رو دارید اجرا میکنید که هر دو بسیار مرکز هم با اعتباری هستند و همینی که محلشون محل خیلی زیباییست برای و فکر میکنم از نظر صدا و نور و همه تمام تکنیک اجرای برنامه هم هر دو سالن‌های خیلی خوبی هستن. خانم فرشاد، ما این برنامه رو در واقع آلبوم اولمون رو که دو سال پیش در آوردیم به بهانه آلبوم دوم ما هستش و کتاب باده و ترانه. او کتابش هم در اومد. بله کتابش هم هستش، 28 ترانه داریم، حتی نوتاش هم هست اگر دوستانی که دستی به سازم داشته باشن یک مأخذی هستش برای اون دوستان. ما دو تا نوازنده خیلی عالی داریم، آقای علی پژوهشگر که قبلا افتخاری داشتی که بنده در خدمت شما و آقای پژوهشگر دیزنی هال اون برنامه موسا و شبانه داشتیم، نوازنده اوت هستن، چقدر هم زیبا می نوازن. بله خیلی. آقای حامد پوستایی یکی از بهترین گیتاریستای ایران هستن که چند ماه از ایران تشریف آوردن و دو تا رقص هم ما در این برنامه باده ترانه داشتیم. در برنامه باده ترانه ما تا حالا رقص نداشتیم. خب همیشه تجربه تازه میکنید دیگه. بله همینجوری آزمون و خطا میکنید. تا الان هم خوب بوده، امیدواریم که این برنامه هم رو به جلو بوده باشه. با تجربه‌ای که از کارهای شما آقای مهرداد عرابی و همینطور همکار نازنینتون حمید سعیدی دارم، میدونم که برنامه فوق‌العاده زیبایی خواهد بود و با اشتیاق منتظریم. اگه اجازه بدید من اطلاعات این که چگونه میتونن در مورد برنامه یا بلیط تهیه کنن یا اطلاعات بگیرن رو اعلام بکنم برای اجرای یک شنبه اول مارس در اورنج کاونتی در کریستال کوو اودیتوریوم واقع در A311 استودنت سنتر در شهر ایرواین. میتونید با شماره تلفن 949-374-4800 تماس بگیرین. برای اجرای لس آنجلسشون در پنجشنبه پنجم ماه مارس در سکربال کارچر سنتر که واقع در 2701 شمال سپالودا بولوار هست از ساعت 7:30 تا 9:30 شب با تلفن اطلاعات 310-998-7171، ولی مهمتر از همه سامانه بنیادی است که این برنامه رو در واقع داره تهیه میکنه به اسم سی ماینر پروداکشن که این سامانه هست www.cmpticket.com که از اونجا هم میتونید هم اطلاعات بگیرید هم اگر که مایل باشید بلیت ورودی رو تهیه بکنید و به دیدار این دو هنرمند جوان و بسیار بازوق و معتبر جامعه ایرانی در رشته موسیقی سنتی و همینطور موسیقی تلفیقی بریم. آقای مهرداد عرابی اطلاعات کافی دادم یا اگه چیزی لازم هست که اضافه بکنی شما محبت کنید اضافه کنید. سپاسگزارم خانم کرشا، شما همیشه طبق معمول ساپورت کردید از هنر و هنرمندان در این شهر، ممنون، محبت کردیم و مشتاقیم که خدمتتون برسیم. شما که مهمون ویژه ما هستیم، من آقای سعیدی افتخاریه که در خدمتون باشیم. ممنونم از لطفتون، افتخار بنده خواهد بود و به امید دیدارتون و آرزوی موفقیت بیشتر در برنامه های آینده. آقای مهرداد عرابی نوازنده تنبک و دف و موسیقیدان بسیار مشهور ایرانی، ممنون از اینکه دعوت من قبول کردید در این برنامه شرکت کردید. سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشین. همچنین. خدا نگهدار شما باشه. خب به پایان برنامه رسیدیم. هفته که در پیش داریم رو نرسیدم که اطلاعات در مورد برنامه هایی که در هفته که در پیش هست بیشتر از این به شما بدم. با چند تا از دوستان گفتگو کردم. بقیه رو شما میتونید توی سامانه های مختلفی مثل ایرانیان هاتلاین، مثل سفرشت ایرانیان، مثل kodom.com و سامانه های دیگر پیدا بکنید و به دیدار و گفتگو و نشست با کسانی که برنامه میذارن برید و جامعه ایرانی رو در فعالیت هایی که انجام میدن تشویق و همراهی بکنید که هرچه بیشتر برنامه های این شهر پربار و دیدنی تر باشند.
سپاسگزارم از شما شنوندگان وفاداری که همواره با کلام گرم و پرمهرتون ما رو در راهی که داریم تشویق میکنید. از ایمیل ها، تلفن ها و پیام هایی که روی فیسبوک برای من میفرستید ممنونم. از فرشاد بلندیان، کارگردان فنی برنامه، سپاسگزارم و همینطور مهمانان برنامه دکتر فریدون خوشبری، بیبی کسرایی، عفرت الهی، فریبرز داوودیان، دکتر صدرالدین الهی، مازیار بهاری و مهرداد عربی. و شما یاران خوب برنامه رو به آخر هفته شاد و خرم و پر از مهر و عشق می سپارم. اگر با من کاری داشتین، تلفن پیامگیر من خدمتون هست 310-4700 و ایمیل من huma@humasarshar.com. اگه اطلاعات بیشتری هم میخواید، خواهش میکنم صفحه فیسبوک من رو به قول اینجایی ها لایک بزنید تا بقیه خبرها رو در اون صفحه ببینید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. هولتام چویس لاگون نیگل به جنگ گرانی می رود و باز هم قیمت ها را در هر روز این هفته می شکند. پیاز قهوه‌ای 10 پوند 1 دلار، خیار ایرانی 2 پوند 1 دلار، ماهیچه گوسفند هر پوند 3.59، ماست مانتین 32 188، برنج رویال سیل کیسه 10 پوندی 799، برنج باسمتی پری کیسه 10 پوندی 799، نان عربی پیتا هر عدد 59 سنت. این حراج تا 25 فوریه فقط در هولتام چویس لاگون نیگل اعتبار دارد. تلفن 949 360 1600. تفکر بهتر، زندگی برتر. راه زندگی، برنامه ای از روانشناسان و مشاوران خانواده. دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com. جمعه 13 مارچ 2015 میدنایت میشن چهارمین جشن سالانه نوروز را از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر در داونتاون لس آنجلس برگزار میکند. با فرا رسیدن بهار و نوروز که نمادی است از پیروزی نور بر تاریکی، نور امید در دل نیازمندان تحت پوشش میدنایت میشن با پشتیبانی جامعه ایرانی آمریکایی جنوب کالیفرنیا و همکاری رادیو ایران 670 AM خواهد درخشید و با خوراک و ایدی، موسیقی و برنامه هنری پذیرای بیش از 2000 نفر از افراد بی خانمان در داونتاون لس آنجلس خواهد بود تا بهار برای آنان هم پیام آور شروعی تازه و امیدی نو باشد. برای ارائه کمک های خود با میدنایت میشن با تلفن 213-553-2330 یا وبسایت nowruzinla.com nowruzinla.com تماس بگیرید. کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. دکتر محمد پاکروان، عضو انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی، به دوستداران مولانا و حافظ مژده می دهد که 28 سال کلاس های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پابرجاست. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوار به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-47-26 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-47-26. I wish I was in school.
I wish I was in school. I wish I was in school. Summer isn't fun when you're hungry. If only I had a big test today. Or a book report to give. Give me a math quiz. Give me some homework. If your child relies on free school lunches, we can help provide them with free meals this summer. I'll stay after class. I'll clean the chalkboard. I'll keep my desk real clean. So they can stop worrying about food and start focusing on fun. I'll do extra homework. I'll clean the class pet's cage. I'll skip recess.